Next on Winning with Wisdom with Dr. Nasser Siddiqui. That's why it's so important we get this. We can't do our own thing anymore. Can't be throwing money in buckets anymore. We got to obey the instruction. That's the key to prospering in the middle of a recession. Welcome to Winning with Wisdom, the anointed teaching ministry of Dr. Nasser Siddiqui. Not one time has he rejected somebody with faith. There's going to be a release of fresh fire and a spirit of boldness so you can declare the word everywhere you go. Dr. Nasser Siddiqui teaches you biblical principles to lead you out of lack and into God's abundant life of prosperity and success. God is no respecter. He never denies faith. Stricken with an incurable disease and then miraculously healed by the power of God, the powerful ministry of Dr. Nasser Siddiqui is equipping God's people with wisdom principles to be successful in every area of life, marriage, family, business, and more, touching the world, touching lives, touching you. This is Winning with Wisdom with Dr. Nasser Siddiqui. I'm so glad you've joined me today. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. من دکتر نصیر صدیقی هستم و با شما عزیزان هستم در برنامه امروز و راجع به پیام انجیل که امروز خداوند ما میخواییم یکی دیگه از پیام خداوند رو با شما در میون بذاریم. چه چیزی هستش که ما رو نگهداری میکنه تا از اون محصولی که خداوند، برکتی رو که خداوند برای ما از قبل تهیه کرده به ما بخواد بده؟ این چیزی که در اگر دوم پتروس باب 1 آیه 3 رو نگاه بکنید، خدا همه چیز رو به ما داده تا زندگی بکنیم. چیزیه که چطوری فقط ما میتونیم به دست بیاریم اونم اینه که ببینیم فرمان خداوند چیه، کاری که تموم شده برای ما، و این خیلی مهمه که ما بفهمیم که فرمان خدا چیه در مورد اون کار. دومین چیز اینه که قدم برداشتنمون باید با ایمان باشه. سومین چیز اینه که دانه رو درست بکاریم، دانه ای که درسته ما بکاریم. و چهارمین چیز اینه که باید روح القدس رو اطاعت بکنیم تحت هر شرایطی. و ما این خیلی مهمه که ما صدای روح القدس رو که وقتی میشنویم، صدایی که ما رو راهنمایی میکنه رو اطاعت بکنیم ازش. ما امروز در این برنامه که میخوایم در ادامه این برنامه داشته باشیم، میخوایم با شما در میون بذاریم که چگونه از طریق شنیدن و اطاعت کردن کلام خداوند، برکت ها و محصولات خداوند رو که برای ما تعبیه شده و از قبل حاضر شده است و به زندگی ما جاری بکنه تحت هر شرایطی و تحت هر سختی. ازتون میخوام که کتابای انجیلتون رو بردارید، آماده قلم و کاغذ دستتون باشه و میخوام یادداشت بکنید چیزهایی رو که یاد میگیرین. با ما باشید در ادامه برنامه و میخواییم با همدیگه کلام خداوند و اسم خداوند رو جلا بدیم. I'm going to come right back, and what I'm going to do is I'm going to pray for you, and we're going to actually pray. In the last segment of this session, we're going to actually pray and ask God to speak to us. If you can't hear His voice in the middle of a teaching session like this, how are you going to hear His voice at home when He's trying to get you to minister to your relatives or your co-workers? Now is the perfect time to practice, so get ready. I'll be right back to pray with you. And now, today's vital teaching from Dr. Nasser Siddiqui. I'll show you how bad this recession was. Verse 15. من امروز بهتون نشون میدم که اون بحرانی که در اون زمان، در زمان داوود اتفاق افتاد که چی بود. میخوام براتون بگم که چی هستش. در دوم سموئیل باب 24 آیه 15 رو اگر نگاه کنیم، میفرماید، میگه پس خداوند بیماری کشنده ای را برای مردم اسرائیل فرستاد و 70,000 نفر رو تلف کرد. اگر همه بگن 70,000 نفر مرد رو از بین برد، پس این یه بحران و یه تنبیه خیلی بدی بوده که از جانب خدا آمده بود. داوود اومد داد زد نزد خداوند و گفتش که اگه ناراحتی از مردم، ناراحت نباش، از من ناراحت باش، منو تنبیه بکن. در آیه 18 و 19 میاد، میگه در همون روز جاد نزد داوود آمد و گفت برو و قربانگاهی در خرمنگاه ارونه یبوسی برای خداوند بساز.
داوود موافقت کرد و رفت تا آنچه را که خداوند فرموده بود به جا آورد. ببینید آیا داوود چیکار کرد؟ اون دستورالعملی که از جانب خداوند براش اومد، اون پیغامی که اومد رو رفت انجام بده. گفت این کار انجام میدی؟ گفت آره انجام میدم. جاد کی بود؟ جاد کسی بود که از طرف خداوند اومد اون پیغام رو بهش گفت. گفت اگر میخوای این بلا رفت بشه، برو قربانگاهی در خرمنگاه بساز. آیه بعدی میگه وقتی ارونه دید، ببینید دوباره میگه در همون روز برو و قربانگاهی در خرمنگاه ارونه یبوسی برای خداوند بساز. داوود موافقت کرد و رفت تا آنچه را که خداوند فرموده بود به جا آورد. یعنی چی؟ حالا چی بود اون رو باید به جا بیاره؟ دستورالعملی بود که باید انجام میداد. در آیه 20 میفرماید وقتی ارونه دید که پادشاه و مردانش به سوی او میآیند، پیش رفت و به خاک افتاد و پرسید چرا پادشاه نزد این خدمتکار خدا آمدند؟ داوود گفت میخواهم که این خرمنگاه را از تو بخرم و برای خداوند قربانی سازم تا این بلا رفع شود. ببینید میگه که چیکار بکنیم. میگه میخواهم که این خرمنگاه را از تو بخرم و برای خداوند قربانگاهی بسازم تا این بلا رفع شود. ببینید یعنی چیزی که شما در بدترین شرایط، در بحران اقتصادی، در بدترین بحران‌های زندگیتون قرار دارید، قربانی که میخواین برای خداوند بکنید چیه؟ حالا اینجا رو گوش کنید. ارونه گفت پادشاه اختیار دارن که هر استفاده از آن بکنن. گاوها هم برای قربانی سوختنی حاضرن و میتوانن خرمنکو و یوغ گاوها را برای هیزم به کار ببرید. همه اینها را به پادشاه میدن و دعا میکنم که خداوند قربانی پادشاه را قبول فرماید. حالا ببینید اینجا چی میگه. بیه لقه داوود گفتش که من اینا رو میخوام ازت بخرم. ارونه گفت من اینا رو مجانی بهت میدم. شما مجانی، من تو میخوای برای خدا قربانی کنی، من اینا رو مجانی میدم، بده به خداوند. حالا ببینید آیه بعدی چی میگه. اما پادشاه به ارونه گفت، داوود گفت خیر، من میخواهم قیمت همه چیز را به تو بدهم و چیزی که رایگان باشد برای خداوند قربانی نمیکنم. چرا؟ پس داوود خرمنگاه و گاوها را به قیمت 50 تکه نقره خرید. ببینید چیزی، ببینید خیلی خیلی مهمه ها. اگر چیزی که برای تو ارزشی نداره، برای خداوند هم ارزشی نداره. چیزی که تو مجانی به دست میاری، مجانی میخوای بدی برای خداوند، ارزشی نداره. این چیزی که برای من هیچ هزینه ای برای من بر نداشته، اون هزینه که بر نشن میخوام بدم به خدا، چیزی نیستش که بخوام بدم. او حتی به ارونه بیشتر از اون پولی که باید میداد و بیشتر بهش پرداخت کرد. چرا؟ چون میخواست معلوم بشه که من دارم اون بهاشو میدم خداوند، برای تو قربانی دارم میدم. داوود حتی بیشتر پرداخت کرد که اون قربانی رو بده. ببینید پس داوود خرمنگاه و گاوها را به قیمت 50 تکه نقره خرید. خیلی پول بوده اون موقع، 50 تکه سکه نقره. خیلی پول بوده اون موقع، در حدی بود که اون موقع در حقی بوده مثلا 2 تا سکه نقره، 3 تا سکه نقره مکسیموم بوده، ولی اون موقع 50 تکه نقره خرید و پول قربانگاهی که داشت میداد رو میخواست بدونه که نزد خداوند چه چیز با ارزشی رو داره میده که نزد خداوند قربانی بکنه. پس ما اگر کاری رو داریم میکنیم، اگر قربانی رو نزد خداوند میبریم و میخوایم چیزی رو قربانی بکنیم، بدونیم درست انجام بدیم. نه اینکه یه قسمتی از، ببینید اگر شما 1,000,000 دلار دارین، 100 دلار دادن چیزی نیستش که بخواین 100 دلار بخواین به خداوند قربانی کنی برای خداوند. اگر 100 دلار دارین، آره اون موقع مثلا یا میایین مثلا 50 دلار 60 دلارش رو میایین نزد خدا و میبینین، بله اونه که قیمت داره، اونه که اون دقیقه همون چیزی که خدا میخواد ازتون، یا همش رو باید بدین اون چیزی که خدا میخواد. بعد اون موقع است که کلید برکت رو براتون باز میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما اون چیزی که براتون با ارزشه شما دارید به خداوند میدید. خدا که زیر دین ما نمیمونه که.
خداوند با ایمان خیلی کم نمیتونه حرکت کنه. خداوند به کسانی که ایمان فراوون دارن بهشون خیلی برکت میده. که جسارت میخواد، جرأت میخواد. ما باید شجاعت داشته باشیم در خداوند که بتونیم زندگیمون رو بگذاریم. اگر 100 دلار داریم، اوکی، اون 100 دلار رو میدیم به خداوند. اگر شما 1 میلیون دلار اون 100 دلار رو بدیم، اون چیزی نیستش که. خداوند اون چیزی رو که خداوند شما رو از طریق دادنتون مقایسه میکنه، خداوند از طریق ایمانتون شما رو مقیاس میزنه که شما چقدر ایمان دارید. که اگر 1 میلیون دلار دارین، آیا 200,000 دلار 300,000 دلار میدین بره، یا میخواین نگه دارین، یا 100 دلار 50 دلار 20 دلار 30 دلار برمیدارین میدین. اون موقع است که برکت هرچی شما بیشتر دارید اون وقت باید بیشتر بدین. آیا متوجه میشین چی دارم میگم؟ پس اگر ما کاری رو داریم انجام میدیم، باید درست انجام بدیم. اون دستورالعملی که به ما داده میشه رو باید اطاعت بکنیم. میخوام بریم به آیه، به دوم قرنتیان باب 9 آیه 10. خداوند ببینید در این آیه دو تا چیز رو به ما میده. اون دو تا چیزی رو که به ما میده، اینو یادداشت بکنید که خداوند چه چیزی رو به ما میده. اولین چیزی که به ما میده، خداوند به شما دانه درست رو میده. اینو یادداشت کنید. دومین چیزی که خداوند به ما میده، به ما، خداوند به شما دستورالعمل میده. به ما دستورالعمل میده که اون چه دانه درستی رو که به ما میده چگونه بدیم با اون دستورالعملی که داده میشه، بدیم دست خداوند و بذاریم دست خداوند. وقتی ما این دو رو در کنار همدیگه انجام میدیم، در تمامی بحرانهای زندگیمون که هستیم، برکت خداوند رو برای خودمون جاری میکنیم. در کجا؟ یه بار دیگه بهتون میگم، دوتا خداوند به ما دستورالعمل داده. خداوند به ما گفته اون دونه درست رو بکارید. دومین چیز اینه که خداوند به شما میگه دستورالعملی که دادم رو انجام بدید. بدید کی؟ در دقیقاً وسط هر بحرانی که قرار دارید. آیا متوجه میشید این چیزی که دارم بهتون میگم؟ پس اگر ما کاری رو داریم انجام میدیم، باید درست انجام بدیم. کی بهتون میده این اون چیزی که این دانه رو که داره به شما میده؟ درسته، خداوند میده. میخوام بریم به یوحنا باب 12 آیه 24 ببینیم کی این دانه رو میده. میگه یقین بدانید که اگر دانه گندم، ببینید، میگه یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمیشود. آیا کسانی که اینجا امشب دارین چیز خوب یاد میگیرین؟ کسانی که الان توی اینترنت یا تلویزیون دارن میبینن یاد میگیرن؟ خدا رو شکر، اینا درسای زندگیه که از کلام خداوند داره برای شما گفته میشه. در جان، در یوحنا باب 12 آیه 24 میفرم، میگه یقین بدانید اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمیشود. اما گوش کنید، اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. این چی میاره؟ این چه چیزی برکت میاره؟ اون گندم. چه چیزی برای شما اون زیاد میاره؟ اون گندم، اون دونه که کاشتید، دانه ای که کاشتید برای شما برکت میاره. شما حالا چه دانه ای میکارید؟ وقتی شما این دوتا چیز رو در کنار هم قرار میدید، دانه و دستورالعمل خداوند رو، اون موقع است که برکت براتون میاره. اون موقع است که تمامی کلام خداوند، تمامی هر چیزی که وجود داره در روی کره زمین، در آسمان و همه چیز برای شما جاری میشه و آشکار میکنه. و هر موقع که شما در هر بحران اقتصادی، بحران مالی، بحران زندگی، بحران زناشویی، بحران دوستی، بحران بدون پول، بدون ماشین، بدون هر چیزی که قرار دارید، اون موقع است که برکت خداوند رو برای شما جاری میکنه. پس ما باید متوجه بشیم که دانه درست رو استفاده بکنیم و
دستورالعمل رو بیاریم بالا و با دستورالعمل انجام بدیم و اون موقع است که برکت رو جاری میکنیم. میخوام بریم انجیلاتون رو باز کنید به لوقا باب 6 آیه 38. میفرماید بدهید که به شما داده خواهد شد، نترسید. ببینید میگه بدهید که به شما داده خواهد شد. ببینید من به شما میگم بدید به شما داده خواهد شد، بدهید که به شما داده خواهد شد. پیمانه درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد. زیرا با هر، ببینید مقیاس خداوند چیه برای ما، میگه حالا اولین چیز ما چی بود که به ما گفت؟ گفت دانه رو بکاریم. دومین چیز با مقیاسی که داده میشه، میگه با چجوری؟ میگه زیرا با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. متوجه شدین؟ با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید با همون پیمانه عوض خواهید گرفت. اگر شما نزد خداوند میرید پیمانه پر میدید به خداوند، خداوند پیمانه پر 100 برابر، 200 برابر، 300 برابر به شما برکت برمیگردونه طبق کلامش. پس این دوتا وقتی شما در کنار هم قرار میدین، هیچ چیزی، هیچ کسی، نه روی زمین هیچ کسی نمیتونه شما رو دیگه بایستونه و هیچ چیزی جلوگیری نمیکنه برکت سرشار خداوند برای شما و زندگی شما. پس آماده باشید که این برکت خداوند رو از طریق انجام دادن از دستورالعمل درست خداوند، اطاعت از خداوند و دانه درست رو بکاریم و اون موقع است که برکت خداوند جاری میشه در زندگی ما. من هیچ وقت اینو یادم نمیره که من خیلی احتیاج داشتم که من منتظر این بودم که وقتی از مدرسه انجیل، وقتی فارغ التحصیل میشم، وقتی میام بیرون بتونم خدمتم رو شروع بکنم. بعد توی خیلی مشکلات مالی قرار گرفتم. کسانی که اینجا مشکلات مالی دارن دستاشون رو بلند کنن. میدونن همه من 100 دلار داشتم و آماده بودم که آخرین ترم مدرسه‌ام بود که اونو بگذرونم، پولشو بدم که بتونم آخرین ترممو بگذرونم که فارغ التحصیل بشم برم خدمتمو شروع بکنم. خدا تو دلم گذاشت گفت 100 دلار دیرون 100 دلار رو بده. حالا پولی که من بعد در دانشگاه میدادم 385 دلار، ببخشید 350 دلار بود. بعد از اینکه من تو دلم گذاشت خدا که اون 100 دلار رو بده، من با تمام نگران شدم، گفتم خدا من چیکار کنم؟ من بعد پول مدرسه‌ام بدم. بعد خدا گفت بده اونو. من گذاشت تو دلم اوکی. من 100 دلاری که تو جیبم بود و دادم به خداوند و گفتش که و آخر همون جلسه یکی از عزیزانی که در کلیسا بود گفتش که خدا تو دل من گذاشته که من 365 دلار رو به تو بدم. و همون موقع من تموم شدون، یعنی اون پول ترم بعدم رو دادم. وقتی فارغ التحصیل شدم از من خواستش خداوند، ما 1000 دلار جمع کرده بودیم با همسرم که بتونیم خدمتمون شروع بکنیم. خداوند به من گفتش که اون هر چی سیوینگ دارین رو بدید بره. ما 10,000 دلار داشتیم که میخواستیم یه جایی رو بگیریم که یه ساختمان رو بسازیم که بتونیم ازش یه جایی رو بسازیم که خدمتمون رو شروع بکنیم. خدا گفتش که اون 10,000 دلار رو بدیم. من با خانمم صحبت کردم، گفت خدا هم به من همین رو گفته. گوش دادیم، دستورالعمل انجام دادیم، 10,000 دلار دادیم. 97 روز بعدش ما یک خونه ای رو برای ما این جایی که الان هستش رو، این کلیسایی که الان توش قرار دارید رو به مبلغ 345,000 دلار به ما پیشنهاد دادن. و ما از یک کسی که فاوندر اینجا کسی بود که به ما کمک کرد، 1,000,000 دلار به ما هدیه داد برای خداوند که ما 365,000 دلار پول اینو دادیم، پول اینجا رو دادیم و که مبلغ 365,000 دلار اینجا معادل 1,000,000 دلار بود اون موقع. من خدا رو شکر میکنم. من به خدا گفتم من میخوام حالا اینجا رو من بسازم که دادی به من بسازم، چیکار کنم؟ گفت بده. پس انقدر دوباره باید بدی. من
چیکار کردم؟ دانه درست رو کاشتم، دستورالعمل رو انجام دادم، خدا به من 100 برابر داد. 100 برابر 10,000 دلار چقدر میشه؟ میشه 1,000,000 دلار. خداوند 1,000,000 دلار به من داد که من بتونم اینجا رو بسازم و بتونیم خدمت خودمون رو شروع بکنیم در خداوند. ببینید، پس شما هر چیزی که بکارید مطمئن باشید خداوند به شما برکت زیادتر میده. مطمئن باشید. میدونید 100 دلاری که در میارید چقدر میشه؟ 10 برابرش میشه چقدر؟ درسته، میشه 1,000 دلار. پس چیزی که در میارید درست خرج خداوند کنید. من امیدوارم که امروز از برنامه امروز ما خیلی خوشتون اومده باشه و کلام خداوند رو همون جوری که ما داریم درش زندگی میکنیم و لذت داریم میبریم و معجزات فراوون و برکت فراوون خداوند رو درش داریم میبینیم، داریم با شما در میون میذاریم. امیدواریم که شما هم در اینجا در این برنامه با ما باشید و خدا برکتتون بده. من ازتون میخوام که در ادامه درس های برنامه های آینده ما همراهی بکنید با ما و با ما باشید تا بتونیم خداوند رو با هم دیگه جلا بدیم. You need to learn how to hear his voice and obey his voice. I want to teach you so much more in God's word on the quality of the seed determining the quality of the harvest. In this powerful series, the offering that God must multiply, I'm going to teach you the word on what differentiates a poor harvest from a bountiful harvest. Why do some people not even get a harvest? There's 6 CDs available for a ministry love gift of $30 or more. Call the toll-free number, write to me. You can order online, wisdomministries.org. Here's my announcer to tell you more. The Word of God declares in 2 Corinthians, "He that ministers seed to the sower both ministers bread for your food and multiplies your seed sown." The quality of the seed always determines the quality of the harvest. Everybody say multiply. He doesn't add, doesn't divide, doesn't subtract. He multiplies seed. He multiplies that seed and brings it back as your harvest. In his new 6 CD teaching series, The Offering God Must Multiply, you'll learn when sowing produces no harvest, a heart that determines the harvest, and much more, as Dr. Siddiqui teaches the godly knowledge that will take you to your wealthy place. It's available today on 6 CDs for your ministry gift of $30 or more when you call toll-free 1-888-947-3660. Write to Wisdom Ministries or visit wisdomministries.org. For your gift of $40 or more, you'll also receive Dr. Siddiqui's powerful book, Kingdom Principles for Financial Increase. Order today. Wisdom Ministries is dedicated to reaching people, changing lives, and equipping God's leaders. We've been reaching the world with biblical wisdom principles for success for over a decade. We are looking for thousands of partners to help us reach millions of people all over the world. You can help us with this task by becoming a covenant partner. Wisdom Ministries is equipping God's leaders with wisdom. Visit our website and become a covenant partner today. Wisdom University Online offers the opportunity for individuals to start or finish their undergraduate, graduate, or doctoral degrees at a reasonable cost. Wisdom University is accredited and accepts transfer credit from colleges, universities, Bible schools, and institutes. Wisdom University Online offers courses that are 100% Word and only the Word. Sign up now for our featured courses. Wisdom University Online, taking your dreams to your destiny. So my brothers and sisters, it is the trick of the devil that causes us to sow a blemished seed to God. A good farmer always takes time to examine the quality of the seed and the quality of the land before he plants the seed. And that's why we're going to pray in a few minutes and you're going to ask the Lord to tell you what to do and what is the right seed. In this teaching, Offering that God Must Multiply, it'll show you how to reach your wealthy place, to receive your harvest. It's packed with teaching to propel you to a deeper understanding of God's principles so that you can experience a complete and bountiful harvest. This 6 CD series is available for a ministry love gift of $30 or more. Call the toll-free number, order on our website, write to me, and get this powerful ministry tool into your hands. The Word says when you've been blessed by the teaching, it's right to give. So in a few minutes, we're going to
pray. We're going to obey the word. But we're going to sow the seed that God tells us. Therein lies the key. A commanded harvest comes from a commanded seed. You see how important it is? Your harvest is waiting on the other side of obedience. So when we pray, you ask the Lord what to sow, and then you can send it in the mail. You can go to our website, call the number on the screen, and make sure you get your seed in the ground, because I'm going to pray for the corresponding harvest to come into your life. My brothers and sisters, as we obey God, we cannot fail. Why? For the seed He directed is the harvest He must multiply. That's the offering that God must multiply. Let's agree in prayer now. I thank you, Lord, we've heard the word today. The Bible says if we've been blessed with the teaching, it's right to give. Lord, I ask you to speak to every person at the sound of my voice. What is the right measure of seed to bring the harvest that we need in our lives? Husbands and wives, please pray. There's only one Holy Ghost. He'll give you the same figure. One of you will get it. The other one will have a piece about it. If you end up with two figures, usually the bigger figure is God. He can't take you higher in harvest till you go higher in seed. I thank you, Holy Spirit. You're speaking to us. I release my faith with everyone watching right now for the 30, the 60, the 100-fold return as they sow their seed into this ministry. The Bible says where two agree touching, it's done by our Father in heaven. We thank it for you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. I want to invite you to join me now at our next Wisdom Weekend Conference. It's going to be power-packed teaching, revelation and anointing that I believe that'll take you to a new level in your walk with the Lord. Make your plans to join us today. If you enjoy this teaching portion of this message, you can watch it in its entirety visiting our website, wisdomministries.org. It's been such a great pleasure having you join me today as we study the Word. Join me next week right here. And don't forget, tell a friend. Make your plans to join Dr. Nasser Siddiqui for a life-changing time together in a city near you. Wisdom Ministries is dedicated to reaching people, changing lives, and equipping God's leaders. We've been reaching the world with biblical wisdom principles for success for over a decade. We are looking for thousands of partners to help us reach millions of people all over the world. You can help us with this task by becoming a covenant partner. Wisdom Ministries is equipping God's leaders with wisdom. Visit our website and become a covenant partner today. Wisdom University Online offers the opportunity for individuals to start or finish their undergraduate, graduate, or doctoral degrees at a reasonable cost. Wisdom University is accredited and accepts transfer credit from colleges, universities, Bible schools, and institutes. Wisdom University Online offers courses that are 100% Word and only the Word. Sign up now for our featured courses. Wisdom University Online, taking your dreams to your destiny. Us again next time, and tell a friend to watch Winning with Wisdom with Dr. Nasser Siddiqui, Tulsa, Oklahoma.